عددی از گروه‌های برنامه‌سازی بودن که قصد داشتن آثار ویدیوییشون رو در قالب محتوای ویدیویی منتشر بکنن، اما نه بستر مناسبی براشون فراهم بود و نه رسانه مناسبی در اختیار داشتن. اما آپارات در واقع کار رو آسون کرد، یعنی هم یک بستر مناسب رو ایجاد کرد و هم یک رسانه استاندارد رو در اختیار گروه‌های برنامه‌سازی قرار داد تا بتونن محتوای ویدیویی آثارشون رو منتشر بکنن. من نمیتونم بگم که چون فیلم من راه پیدا نکرد من این جشنواره رو تحریم میکنم، این جشنواره رو زیر سوال میبرم. من هم دارم دنبال اینم که مثلا فیلم بسازم، فیلمی که دوست دارم رو بسازم. اصلا برام چیز نیست که مثلا بگم که آی الان سن فیلم سازی نیست. و خدا ما رو دوست داشت که توی مسیر درست انداخت و تونستیم فوتبالمونم بازی کنیم. به تازگی آپارات از مرز 10.5 میلیون نمایش موفق ویدیویی در روز گذشت و این یعنی آپارات بهترین بستر برای انتشار محتوای ویدیویی است. یه نفر بیاد این کار انجام بده که بگه آقا اصلاً استیفای حقوق ملت ایران است، نه آیا بهترین راه ملی کردن بود. هر چقدر بازیگرا نیازتر میشن و فکر میکنن دیگه لزومی نداره هر فیلمی رو کار کنن، سعی میکنن در طول سال اون یک فیلم یا دو فیلمی رو کار کنن که واقعا اعتقاد داشته باشن اون فیلم نامه. بیش از 1200 نفر برنامه ساز و عوامل مختلف روزانه سرگرم تولید آثار محتوای ویدیویی خودشون هستند. به این موضوع معتقدم که به هر شکل و هر نوع اشتراک گذاری و اطلاع رسانی خیلی خوبه. طبیعتاً فضای نقد رو خیلی عمومی تر میکنه. خیلی راحت میشه دانلود کرد مسائلی که میخوام ببینم. به فرض من ویدیویی که مربوط به موسیقیه یا موسیقی مورد علاقه‌ام رو خیلی راحت میتونم از طریق سایت آپارات دنبال کنم. دو ساله که این ورزش رو بازی میکنم و این توی سایت آپارات این ورزش خیلی زیاده فیلماش، بعد با کیفیت عالی و سرعت خوب از سایتش واقعا راضیم. فیلمای آموزشی زیادی توش هستش. سایت‌های مثل آپارات و مشابه این میتونه به افزایش دانش عمومی در جامعه از راه صحیحش کمک کنه. حالا آپارات جشن بزرگی رو برای تقدیر از این برنامه سازها در نظر گرفته. امیدواریم از این جشن لذت ببرید.